کن دنیا از شما حمایت بکنه. دنیا الان لایکه، سکولاره، لایسیته است. یعنی یک کسی میتونه خدا و هر کی میخواد تو قلبش داشته باشه، تو قلبش میتونه داشته باشه، اجازه نداره تو جامعه بیاره سر آدم ها رو ببره آدم بکشه فلان بکشه. الان از اسرائیل شما بگیرید تو همه جایی با چاقو زدن آدم کشتن وجود داره. اون آدم ها نباید باشن، یعنی بدبخت. نابودی شما قطعیه، هر کس به دین بپیونده. من از حتی به خانم مریم رجوی بارها اینو گفتم و اخیراً من مطمئن شدم که آقای مسعود رجوی زنده است. من نخستین کسی بودم که همون سالها نوشتم مسعود رجوی کشته شده، اما الان نشانه هایی یافتم، یعنی یک اشاره هایی نشانه های مسعود به من کرد. خلاص با این اشاره نشانه مسعود زنده است. حالا به چه دلیل مجروح شده اینا نمیخوان چهرهشو ببینن نمیدونم، ولی مسعود زنده است. چون مسعود زنده است میخوام به مسعود بگم مسعود اینو ببین، تا موقعی که مریم روسری رو سرشه، مجاهدین خلق مجاهد خلقن و با آرم اسلام و این قدرت بهتون نمیدن. پمپور بخوان رئیس جمهور کنید، از این 43 سالم تجربه دارید، قدرت بهتون نمیدن. آقای احمد مسعود عزیزم، فرزند احمد شاه مسعود، تو اکتیو اسلام به چسبی، هم دوباره بهت قدرت نمیدن. یه سلام علیکم میگم، میبینی الان یک تفنگ بهت نمیدن، سرتون همینجور گرم میکنن تا اونا بیان شما رو قتل عام کنن بکشن. وقتی تموم شد خود طالبان هم یک شبه تبدیلشون رو میدن. چرا؟ خوب گوش کنید، این خیلی مهمه، میخوام بهتون بگم. چون الان با تکنولوژی مدرن دیگه با آدم احتیاج ندارن، که آدم خری که خر حمالی بکنه، خریت داشته باشه، احتیاج ندارن. الان به افراد ذکی، هوشیار، بیدار، خردمند احتیاج داره دنیا. اینا هم کمن. برای همینه که شما اینو حتی اوکراین با خاک یکسانه صاف میکنن اوکراین رو. سرزمین های سوخته بایست باشه از جایی که زرخیزه، چون اوکراین هم زرخیزه، بهشته. عراق و ایران و سوریه و یمن و حتی عربستان سعودی الان چون وارد فاز خرد شده، با جهان با خرد کار میکنه، جو رفته جز اونا شده، میگه هواپیما بفرمایید، دیسکوتک بفرمایید، هر چی میخواین بفرمایید، بفرمایید بفرست خارج. عربستان الان تو باندیناش گیره و درست میشه. اما قطر و کشورهای دیگه عربی هم همینطور، اونا نگه میدارن. قبلا پروژه بود که اصلا عربستان اول از همه داغون کرد، ولی چون اونجا سرنگی کردن، ذکاوت داشتن، اومدن زود تو بازی الان. ولی شما که این کار رو میکنن، اینا همه برای اینه که ایران رو با خاک یکسان کنن. ای که این فناتیک و این مذهب و اینا نمیاد، ولی ای که این آدم ها احتیاج ندارن. باید سرزمین خالی از سکنه باشه تا نفت و گاز و اورانیوم و زمینایی که زمین بهشتی داره اوکراین. اوکراین زمین بهشتی، پوتین هم الان ازش گذاشتن که حمله هر بکنه. درست مثل اینی که جورج سوروس که اخیرا اومده گفته که بایستی، البته من جواب جورج سوروس رو دادم، شما خواهید دید به فرانسوی اینا، گفته که بایستی برای حفظ تمدن غرب این ترتیب اینو بدیم به پوتینو. با اینکه خود اینها، خود همین تمدن غرب توی هست، یعنی اینا اینجور بازی میکنن، بازی شد با پوتین، متوجه بشین. چون دو قدرتیه، یعنی اقتصاد نوین جهانی الله، ابلیس هم آفریده، هم خداست هم شیطانه، دو تا قدرت با همه. بعد برای بعضی وقتا